آرام حسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند با ماست. آقای حسامی، فکر میکنید این سفر وزیر خارجه ایران به مسکو برای به پایان رسوندن جزئیات توافق احتمالیه؟ در اروپا و بعد روسیه هم میبینید فضا در این مرحله مقطع زمانی بحث از در واقع گویای این هست که این موافقت داره انجام میشه. همونجوری که دیدید آقای بایدن هم با نخست وزیر اسرائیل صحبت کردن و این جوسازی داره ادامه پیدا میکنه. من میخواستم یه نکته بگم. ببینید حدود اختیارات راجع به برنامه قبلتون، حدود اختیارات ریاست جمهوری آمریکا در سیاست خارجی خیلی زیادتر از مسائل داخلیه. بنابراین کنگره یا مخالفت حتی دموکرات‌ها یا جمهوری‌خواها تأثیری رو این به اصطلاح توافق نخواهد گذاشت. همونجوری که میدونید 64-65 روز دیگه انتخابات درونی میاندوری آمریکاست و تمام کاندیداها یا نامزدها سعی میکنن بیشتر به اسرائیل نزدیک بشن و از ایران دورتر. با روسیه هم همین زاویه رو دارن، همین مسئله رو دارن. بنابراین کسی در واشنگتن دموکرات و جمهوری خواه که به ایران علاقه من نیست. ایران به نظر میاد یک مشکل بین‌المللی جدی هست در منطقه خاورمیانه دست کم، که ایالات متحده باید یه جوری بالاخره این مشکل رو حل بکنه. یعنی از علاقه به تهران به نظر نمیاد این گفتگوها در جریان باشه. ببینید خب قبلا هم صحبت کردیم راهکار دیگه‌ای پیش رو نیست. یعنی مهار کردن مسئله اتمی ایران برای همه دنیا مهمه. در این مقطع زمانی راهکارهایی که پیش رو است همونجور که میدید تحریم اقتصادی، تحریم سیاسی و بعد رسیدن به یک به اصطلاح توافق که در واقع طرفین رو راضی کنه. به نظر میاد هم از واشنگتن هم از در واقع خبرهایی که از اروپا میاد گویا این هست که خیلی نزدیکترن تا یک ماه پیش به این توافق. مسئله ضمانت یا تضمین این هست که من فکر کنم نقش اروپایی‌ها در این مرحله یکم سنگین‌تر میشه، چون اون در حقیقت مسئله خارج شدن آمریکا مد نظر هست در این مقطع زمانی از جی سی پی او ای، نه ایران. ممنونم از شما آرام حسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند با ما.